خوش آمدین ادامه برنامه پیک پگاست. ما در خدمت شما قرار داریم. مهمون بسیار عزیز در این لحظات از برنامه با خود داریم، بیننده های عزیز، که آقای ضیاءالحق عطایی، رئیس تنظیف شهرداری شهر مزار شریف. خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه. شکر، سلامت باشین. صبح شما بخیر. زنده و سلامت باشین. این روزا بیننده های عزیز کم کم نزدیک میشیم به فصل بهار بخیر و مای هودم آیسته آیسته میره طرف عمل و فصل نهالشانی همین وقت به شدت شروع شده. حالا میخواییم پرسان بکنیم که نهالشانی را از کجا شروع کردن و چقدر دربر خواد گرفتی نهالشانی؟ تشکر، سلامت باشین. از طریق تلویزیون پیکان برای تمام بینده های تلویزیون پیکان صبح بخیر میگم. خدا کنه که روزی خوب و خوش داشته باشن. برز برسانم که شاروالی مزار شریف مطابق برنامه کاری و پلان کاری که داره، خوشبختانه در این دو سالی که ما برنامه در بخش سرسبزی داشتیم موفقانه سپری میشه و امسال هم یک برنامه خوبی سرسبزی را که در سطح شهر گرفتیم. اولین اقدامش که روزی شنبه بود که ما افتتاح کردیم، از مقابل دفتری آمریتی تنظیف سرسبزی یک سایه بسیار خراب و مخروبه بود آغاز کردیم برنامه را جنی هالشانی و همچنان برنامه سرک حلقوی که از پارک فردوسی اتباع میکنه الی چوک برکت، حلقه اولی شهر سال قبل نیال غرض شده بود و امسال خوشبختانه او را نظر به هدایت شهردار صاحب خواستیم که او را چمن، گلای زینتی، قیچی بید و همچنان نیالای تزینی غرض بکنیم که این دو برنامه را ما رسما آغاز کردیم و برنامه فعلا جریان داره و همچنان اطراف روضه مبارک، شاید شما در جریان باشین، دو سه ماه قبل تمام گلدانه هایی که بودن بسیار زیاد خراب بود، مخروبه بود، او را خاک پر کردیم و آماده چمن بود که ما طرف شرقش و همچنان غرب روضه مبارک این دو سمت آماده کردیم که دیروز یک سمتش چمن و گل پاش دادیم و امروز هم طرف غرب خلاص میشه. در مجموع ما نقاط مختلف شهر خواستیم تا که کسایی که میاین و آبیرین برای زیارت در مزار شریف در سال نو ببینه یک فضای خوب و سرسد، گلهای زینتی در جاده های عمومی و اطراف روضه مبارک خوشایند باشه. خیلی خوب جناب عطایی، استقبال مردم از نهالشانی چطور است؟ نسبت به سالهای قبل چقدر فرق داره؟ چقدر مردم رجوع میکنن، مراجعه میکنن تا نهال غرس بکنن؟ خوشبختانه در این اواخر، در این چند سال واقعا مردم درک کردن که چون فضا هر روز آلوده میشه، هوا آلوده میشه، امروز گازاتی که استفاده میشه در افغانستان و موترهای خرابی که هسته کنه وسایل، اینها فضا را آلوده میسازه، به اون نگاه یا دستبکار شدن و واقعا نگاه سرسبزی آمادگی خوب نشان دادن. تمام کوچه ها و اصناف مختلف شهر، تجار ملی، رسانه ها، جامعه مدنی، همه دست به دست هم میتن در این موسمی که نهالشانی و سرسبزی هست کوشش میکنن هر فرد که بیاین غرس بکنه و او را حفظ مراقبت بکنه. یک نتیجه مثبت داره در این اواخر دو سه سالی شده، همه مردم سهم فعال دارن و سهم میگیرن بدون اینکه که شاروالی اونا را چیزی را بگه. هر روز برنامه نهالشانی در هر کوچه و گذر توسط خود مردم، رسانه ها، جامعه مدنی، اقشار مختلف شهر هسته و یک برنامه خوبی سرسبزی ایجاد شده. این واقعا که آدم احساس میکنه که آیسته آیسته مردم امو درک زندگی و گپای خود تغییرات آمده داردش و فضای سرسبز و از گوارا را خوش داره. خب از مقام های ارشد دست اول در مزار شریف که ها اشتراک کردن و اولین نهال را غرس کردن در مزار شریف؟ سال قبل اولین نهال را که ما غرس کردیم جناب شخص خود والی صاحب بودن که ما سرکه حلقوی غرس کردیم و این سال هم رسما خود جناب والی صاحب سانی ولایت افتتاح کردن برنامه رو و نهالشانی که ما مقابل آمریت تنظیف سرسبزی داشتیم، جناب معاون مقام ولایت، تمام رؤسای ادارات، همه جامعه مدنی، تجار ملی، همه آمدن اونجا سهم گرفتن، رسما اون رو افتتاح کردیم. خیلی خوب است. حالا میخوایم بگویم جایی که در سالهای قبل شما غرس نکرده بودین نهال، از چشم دور مانده بود، امسال اونا رو پوشش دادین در شهر مزار شریف؟ اونا کدام موقعیت ها بوده؟ کدام موقعیت ها هست؟ ما امسال یک برنامه خوبی را که نظر به هدایت شهردار صاحب گرفتیم، تمام نواهی دوازدهگانه را اول ما مکتوب صادر کردیم، برشان گفتیم هر سایه که نهال ضرورت داره، چون مزار شریف رو به توسعه هست، سرک ها روز قیر میشه و کانکریت میشه، سرک ها وسط پیدا میکنه، با اون نگاه در هر کوچه و گذر نهال ضرورت هست.
تمام جاهایی که شما نیال غرس میکنین مطابق جدول هر گذر نام کلانترش نوشته شده و چه تعداد خانه هسته در اونجا ارقامش دقیق جدولش برای ما ارسال بکنین که خوشبختانه نوای دوازدگانه این ارقام دقیق برای ما روان کردن که هر نوای در هر گذر اینقدر نهال ضرورت داره و اگر ما وقتی که نهال برای نوای تسلیم میکنیم در علوم کوچه با مخ فردی که نهال شانه میکنن سجل میشه که این را باز ما میتونیم که کمیته که ما بخشی تشویقات هست در شورای ایجاد شده کمیته عرایض است و سم شکایات این را ما هم کمیته نظارت میکنیم در ماه جوزا و سرطان و بالاخره در سال بعدی که هر جای خوبتر و بهتر سرسبز کرده بود حفظ و مراقبت کرده بود او تقدیر و تحسین میشه صرف شورای مزار شریف که نمونیش هم شما دو سه ماه پیش دیدین در سر که القوی چند کسایی که در اونجا خوبتر کار کرده بود ما تقدیر کردیم و کسایی که خوب کار نکرده مطابق قانون برخورد خواهد کرد. خب همین سرک های القایی که در شهر مزار شریف شما نهال شانی میکنین چی نوع درخت ها هست؟ در مجموع در درخت نیاز است؟ در شهر درخت های زینتی هست و گل های موسمی که در چهار فصل چهار قسم گل می باشه و همچنان چمن است یا در مجموع گل های زینتی و درخت های زینتی هست. خیلی خوب است. و در اخیر می خواهیم پیامتان داشته باشم جناب عطایی به کسایی که استقبال نمی کنن از امر یا هم نمی خواهن اشتراک بکنن و یا هم دانه خانه خود را هر کس به نام باید بر پیش خانه خود یک نهال غرس بکنن که نمی کنن می خواهیم پیامتان داشته باشیم. امسال شورای مزار شریف با یک شعار خوبی را که ما ایجاد کردیم اولین اقدام بود که هر فرد در هر جایی که زندگی میکنه دو نهال غرس بکنه یکی به خاطر خودش و یکی به خاطر وطن کتاب بتانیم که وطن ما سرسبز شوه به اون نگاه شعار ماست امسال و او را حفظ و مراقبت بکنه نگذاره که تنها ما غرس بکنیم از نهال غرس کردن که ما با صدها هزار نهال غرس میکنیم اما مراقبت و مواظبت نمیشه به اون نگاه امسال خوبتر و بهتر مواظبت بکنه تا یک فضای سرسبز و گوارا داشته باشیم. خیلی زیاد سپاسگزار هستیم. تشکر از وقتتان جناب. تشکر سلامت باشید. سلامت باشین. ما در قبال وطن خود، خانه خود و از خانه خود گرفته پیش خانه خود در وطن خود مسئولیت داریم که تا هر کس هر فرد به نام خود یک نهال غرس بکنن. حالا که شعار شهرداری هم همی است که یک نهال به خاطر خود و یک نهال هم به خاطر وطن. در پلی ازی که غرس میکنین لطفا مواظب و مراقبتش هم بکنین. حالا وقفه است. بعد از وقفه سبقت عزیز در مورد ساعت‌های خبری که چی خبر است در ما خود گفته.